سرخط خبرها. سقوط جنگنده سوخو 34 روی مجتمع مسکونی در جنوب روسیه. حملات پهپادی به کیف، مشاور زلنسکی ایران مسئول قتل اوکراینی هست. و ایلان ماسک از دست دادن کریمه برای روسیه مثل از دست دادن هاوایی برای واشنگتن است. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. سقوط جنگنده سوخو 34 روی مجتمع مسکونی در جنوب روسیه. یک جنگنده سوخو 34 روسیه در یک منطقه مسکونی در شهر یسک واقع در جنوب روسیه سقوط کرد. تصاویری که از محل حادثه منتشر شده ساختمان یک مجتمع مسکونی را نشان می‌دهد که بخشی از آن در آتش می‌سوزد. وزارت دفاع روسیه می‌گوید که یکی از موتورهای این جت جنگنده در جریان پرواز آزمایشی آتش گرفته است. آمبولانس‌ها و ماشین‌های آتش‌نشانی در محل حاضر شدند و رسانه‌های محلی می‌گویند دست کم 2 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. به گفته وزارت دفاع روسیه، خلبان‌های هواپیما قبل از فرود موفق شدند اجکت کنند و از آن خارج شوند. بیانیه این وزارتخانه می‌گوید بر اساس گزارش خلبان‌ها که از هواپیما بیرون پریدند، دلیل سقوط آتش گرفتن یکی از موتورها هنگام بلند شدن بود است. فرماندار منطقه کراسنودار که شهر ساحلی ییسک در آن واقع شده در تلگرام نوشت که در راه این شهر است و تمام آتش نشانهای محلی و منطقه‌ای در حال تلاش برای خاموش کردن آتش هستند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که آتش 5 طبقه از ساختمان محل سقوط را فرا گرفته و تعدادی از آپارتمان‌ها تخریب شدند. ونیامین کندراتیو فرماندار منطقه‌ای گفته است این هواپیما یک جنگنده بمب‌افکن سوخو بوده است. کمیته دولتی تحقیقات که وظیفه بررسی جرایم سنگین را بر عهده دارد گفته است تحقیقات جنایی را در این زمینه آغاز کرده است. کاخ کرملین میگوید پوتین در جریان این حادثه قرار گرفته و دستور داده تمام اقدامات لازم برای کمک به قربانیان انجام شود و مقام‌های بهداشتی و سوانح غیرمترقبه را به محل اعزام کرده است. ونیامین کندراتیو گفته است نهادهای امداد در حال حاضر در محل در تلاش برای اطفاء حریقند. به گفته این مقام محلی یک ساختمان 9 طبقه در آتش است و چند طبقه آن یک جا دچار حریق شدند. 17 آپارتمان بر اساس تخمین‌های اولیه آسیب دیدند. حملات پهپادی به کیف، مشاور زلنسکی ایران مسئول قتل اوکراینی هست. ساعتی بعد از حملات تازه روسیه به پایتخت اوکراین با پهپادهای انتحاری، وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواهان وضع تحریم‌های تازه علیه ایران در صورت اثبات استفاده از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین شدند. روسیه صبح روز دوشنبه با پهپادهای انتحاری به چندین نقطه از جمله در مرکز شهر کیف حمله کرد. اوکراین میگوید این پهپادها که در حملات گسترده هفته گذشته هم استفاده شد، ساخت ایران است. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین بعد از حملات روز دوشنبه از اتحادیه اروپا خواست ایران را به دلیل فرستادن پهپاد به روسیه تحریم کند. به گفته شهردار کیف 4 نفر از جمله یک زن باردار در این حملات کشته شدند. میخائیل پودولیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین در توییتی ایران را مسئول کشتن اوکراینی ها دانست. او نوشت کشوری که مردم خودش را سرکوب می‌کند حالا در قلب اروپا به دیوسیرتان روسیه تسلیحات کشتار جمعی می‌دهد. خواهان وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران هستیم. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هفته پیش بعد از حملات کم سابقه روسیه به کیف و شهرهای دیگر اوکراین گفته بود که در آن حملات از پهپادهای شاهد ساخت ایران استفاده شده است. ایلان ماسک از دست دادن کریمه برای روسیه مثل از دست دادن هاوایی برای واشنگتن است. ایلان ماسک تاجر آمریکایی و بنیانگذار شرکت اسپیس ایکس در صفحه توییتر خود شبه جزیره کریمه را کلید امنیت روسیه خواند و گفت که از دست دادن کریمه برای مسکو همانند از دست دادن هاوایی و پرل هاربر برای واشنگتن است. وی افزود روسیه چه بخواهیم چه نخواهیم شبه جزیره کریمه را بخش لاینفک خاکش و یکی از ارکان امنیت ملی خود می‌داند، زیرا کریمه پایگاهی استراتژیک برای مرزهای دریایی جنوبی روسیه است. ماسک در مورد خطرات به خطر انداختن امنیت روسیه هشدار داد و خاطر نشان کرد که روسیه در صورت شکست در برابر ناتو ممکن است مجبور به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای شود، اقدامی که ناتو به نوعی مجبور به پاسخ می شود و در این صورت تمدن ما پایان خواهد یافت.